الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ادعوني استجب لكم اول تلزم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسانه الله متعال را سپاسگزار هستیم و تشکر می کنیم که توفیق انایت فرمود که درس های دفتر و درس های ویژه خود ما و شما شروع شود و یک فرصت هست به او کسایی که از طریق لایف برنامه ها را می اگر از طرف صبحگاه نمی که برنامه ها را ببینن بی می در نزدیک شامگاه یا عصر وقتی عصر میتونه که برنامه ها را تعقیب بکنن موضوعی که میخواهیم امروز در موردش صحبت بکنیم در مورد تأثیر دعا در رفع مشکلات هست گاه اوقات بعضی کسا سوال میکنن که یا یک شخص خودش به یک مصیبت مبتلا شده حتی طور فکر میکنه که اگر مصیبت و ای غم و ای درد دوام بکنه ما شاید شو، شوم شاید سقوط بکنم و شاید به اصطلاح ما و شما تبا و برباد شوم موبایل ها سکوت شو خوب است هر راهکار را که در پیش میگیره گاه اوقات ای میشه که مشکلاتش اضافه تر میشه یک نوع ناامیدی برش پیدا میشه حسرت زده میشه پریشان میشه حتی گاهی اوقات اعمال نیکر انجام میده به خاطر رفع مشکلاتش به خاطر دوری غم ها و پریشانی هایش ولی تقدیر پروردگار در چیزی دیگه هست الله مطال دیگه چیز دیگه برش نوشته کرده این مشکلات ای که اضافه میش اضافه تر میشه طور فکر میکنه که این مشکلات ما اضافه شد از آدرس ای اضافه شد که ما اعمال نیکر انجام میده یعنی یک نوع ناامیدی و حسرت و پریشانی و پشیمانی برش پیدا میشه حال راه حل چی هست ما گاهی اوقات وقتی مشکل بالای با ما میایه و با مشکل مبتلا میشیم درهای مخلوق را خیلی میکوبه خیلی متوجه هستیم که در فلان جا یک راه حل وجود دارد در حالی که اون مخلوق از ضعیف هست ناتوان هست توانایی رفع مشکلات خود را ندارد چی برسه به که مشکل رو حل بسازه پاسخی از ایره که چرا ما آگاه اوقات که به مصیبت ها مبتلا میشیم اعمال نیکم تأثیر گذار نمی باشه گاهی اوقات یا دعا هم می کنیم دعا هم تأثیر گذار نمی باشه مشکل در چی هست خود اشکال در چی هست که امو اشکال رفع شوه ولی قبل از که ما پاسخی سوال را بگویم یک چیز را باید بفهمیم که بخاری حدیثی را از امام ابو هریره رضی الله عنه نقل میکنه که ما انزل الله دان الا انزل له شفاء میگه الله مطال هیچ مرض را هیچ درد را نازل نکرده مگر برایش یک راه بیرون رفت را و یک راه سیحتیابی را هم ایجاد کرده و پیدا کرده یعنی هر درد درمان داره و شما هم در بین خود یک نوع ضرب المثل داریم که هر درد درمان داره هر دروازی بسته کلید برای باز شدن داره مسلم هم حدیث بیان کرده که لکل دائن دواء از برای هر مریضی یک دوایی وجود داره حتی ادامه حدیث می‌فرمایا رسول ما صلی الله علیه و که هرگاه معالجه صورت بگیره به فرمان خدا و مریضی صحت میشه و مری... کسی که مریض هست صحتیاب میشه و شفا می یابه ترمذی هم یک حدیث را بیان کرده رسول ما صلی الله علیه و می می‌فرمایا خداوند هر دردی که می آفرینه درمان هم برش اجاب میکنه الا داء واحد مگرم یک درد هست که درمان نداره صحابه سوال کردن که یا رسول الله ما هو و چی هست گفت الهرم گفت او درد درد پیری هست کسی که پیر شد باز نمیشه که پس جوان شود امکان نداره که پس جوان شود چون هر کسی یک حالت نشاط می داشته باشه یک حالت نموی می داشته باشه هر چیز بالاخره انتهای داره و ختم میشه و راه برای ما ایجاد کرده راه های حل راه شفایابی را برای ما رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم بیان کرده حتی در قرآن کریم اشاره به شده که و ننزل من القرآن ما هو الشفاء یکی از راه های درمان مشکلات و رفع مشکلات و دوری از غم و پریشانی خود اطلاعات قرآن کریم است این قرآن کریم هم شفا برای امراض جسمی هست هم شفا برای امراض روانی هست روحی وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين بس جوابي امو سوالي ابتداء ابتدا بيان كردم که به خاطري ما از مصيبت يا از هر نوع يا که ما مبتلا جسمي باشه رواني باشه يگانه چيزي که ما دهو خلي متوصل نميشيم خيلي ازو استفاده نميكنين و مسير را نمي ودعاء. نميكنين او دعا است ولگه اوقات كسا دعا ميكنن هميشه عادت دعا اما دعايشون به اول خب باید باورمند باشم که برای رفع اکثریت ناخوشی ها و فراهم نمودن مطلوب ما شما یکی از راه های اساسی و آسانش دعا هست که مشکلات ما شما حل شود چرا شو یک انسان که خود را ضعیف میپنداره به این قائل هست که ما ضعیف هستم یک ذات قوی وجود داره که مشکلات ما سر مشکلات ما آگاه است مشکلات ما رفع میسازه او که دست به پیشگاه خدا بلند میکنه به این باورمن هست که یک کس به خاطر حل مشکل ما برنامه ریزی داره مشکلات ما را حل میکنه پس از عمق محبت از عمق خشوع و خضوع و از عمق ایمانداری و باور به خدا سرمنشه میگیره که یک کس دست خدا به سوی خدای بزرگ بلند میکنه و می بس دعا میکنه که خدایا من این مشکل دارم مشکل ما را حل بساز پس دعا یکی از راه مهم و اساسی و آسان برای رفع مشکلات هست اما گاه اوقات بدون تاثیر می باشد دعا خیلی از اوقات این اکثریت اوقات برای ما سوال بعض دوستا سوال میکنن که ما دعا میکنم دعای ما قبول نمیشه یک چیز رو باید در ابتدا بفهمیم قابل فهم هست که باید فهمیده شود این بارها در درس هم یادآوری کردیم که یکی ذات قدرتمند هست یکی ابزار قدرتی هست خب دقیق باشین یکی ذات قادر هست یکی که ك... ابزار قدرتی باشه وسایل قدرتی ما تو که از الله مطال چیزی می خواهم. از الله مطال چیزی طلب داریم الله مطال حیثیت یک ماشین را نداره ابزار قدرتی نیست که هرچی ما تو خواستیم با ما بده او ذات قدرتی هست او موافق حال تو حال تو را دیده که تو چی می خواهی وقت چیز را می او در مورد میفهمه که آیا چیز به خیر تو هست امروز به خیر تو هست فردا به خیر تو هست یک سال بعد در خیر تو هست یا اصلا در خیر تو نیست اولی رو باید بفهمیم که الله متعال ذات قدرتی است نه وسایل قدرتی یا ابزار قدرتی کدام وسیله باشه با اصطلاح ساده درستش تشبیه کدام ماشین باشه که هرچی چی ما تو خواستیم به ما تو بده این باید بارمند باشه ولی گاه اوقات چرا دعا بدون تاثیر میشه مشکل بالای ما هرچی هر دعا میکنم دعا قبول نمیشه شاید ضعف در خود ذات دعا وجود داشته باشه این دعا طور باشه که الله مطال او تو دعاها را قبول نمیکنه. کنه مثلا تجاوز یا ظلم بالای کسی خدای فلان نفر به این حالت مبتلا کو دعا قبول نمیشه که تو هر چی بگی دیگه قبول شوه فرمایش دادن نیست که هر چی فرمایش تو بود دیگه در حق انسان ها قبول شوه منو بد دعا که میگه شاید خود در ذات دعا اشکال باشه گاه اوقات دعا طوری می باشه که خدا نمیخواه که مدعا در حق فلان شخص قبول شود چون یک ضعف در دعا وجود داره گاهی اوقات که دعا بی تأثیر میشه علتش امیه هست گاهی اوقات علت بی تأثیری دعا ای است که قلب ضعیف می باشه تمرکز نمی باشه قلب که ضعیف باشه آه و ناله و درد که از درون تو بلند میشه به سوی پروردگار باید از یک قوت برخوردار باشه که تو بگویی که الله مطال فقط تو قوی هست من خیلی ضعیف هستم ای تو نمیشه که در دعا تمرکز نباشه حالا تو از کسی که چیز رو از یک بزرگ چیز رو میخوای این تو نمیشه که روی طرف دیگه باش تو برای او بگی به من یک چیز بده او طور فکر میکنه که مرا توهین میکنه تو چه برسه که ذات پروردگار در پشتوی پروردگار در مقابل پروردگار استاد شدن و دست بلند کردن یک اراده خیلی قوی یک یقین خیلی راسخ و جازم میخواهد که باید تو یقین خیلی محکم داشته باشه بعد از دعا بکنی با قلب ضعیف نمیشه بدون تمرکز که تو تمرکز نداشته باشه حتی گاهی اوقات طور میکنه که ما مصروف دستای خود هستیم یا مصروف ریش خود هستیم یا مصروف های خود هستیم حتی گاه اوقات دعا میکنیم دعا از دهن ما پایین تر نمیره که به قلب حتی لاعقل پایین شود گاه اوقات طور دعا می کنیم که در وقت دعا کردن ما نمیفهمیم که چی میگیم حتی گاه اوقات اگر از یک کس پرسان بکنه که چی دعا کردیم نمیفهمیم الله چی قبول شود دیگه یعنی تمرکز نیست گاه اوقات دیگه علتش است که تغذیه حرام اخیل دعاها رو به تاثیر سازه. متوجه ای باشن که خوردن ما از کجا هست نوشیدن ما از کجا هست جایی که ما درآمد داریم معاملات و تجارت داریم از کجا میه شبهات های وجود داره یا نداره وجود ان الله طیب لا يقبل الا طیبه الله متعال پاک هست، پاک را قبول داره از دهن پاک باید چیز خارج شود حتی در حدیث آمده مفهوم حدیث به این قسم است که یک انسان میگه مشربش خوردنیش نوشیدنیش حرام است بعد از اون میگه پروردگار 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 مرا به این چیز برسان یا این مشکل مرا حل بساز در حالی که میگه خورد و نوشش از حرام هست پس یکی از اثراتی که یکی از عوامل اسبابی که دعای ما رو به تاثیر می سازه است که تغذیه حرام است دیگر از عواملش عدم یقین هست که ما مشکل داریم دعا میکنیم در وقت دعا کردن یقین به اجابت دعای خود نداریم در حالی که رسول ما صلی الله علیه و آله الله و انتم موقنون بالاجابه شما دعا بکنید در حالی که یقین به اجابتش داشته باشه ما گاه اوقات دعا میکنیم ولی فکر میکنیم که قبول خواد شد یا نه ای تو اگر بگویی عالم برات میگه قبول نمیشه چون که ما تو که به می اندازه به خدای خود اعتماد و باور نداشته باشیم که آیا قبول خواد شد یا نخواد شد خدا را تو کم دی خدا را کم فکر کردی از قدرت و توانایی خدا که به اون حد که توانایی داره ارگر چه حد توانایی خدا نداره اما توانایی خدا را کوچک شماردی تو فکر میکنی که خدا نمیپذیره قبول نمیکنه در نزد تو ناممکن هست در نزد خدا ناممکن وجود نداره یا گاهی اوقات غلبه گناه بالای انسان میه گناه بالای انسان غالب میشه و این گناه که بالای انسان غالب شه و انسان همیشه به گناه سر و کار داشته باشه قلب انسان غافل میشه قلب که غافل شد از قلب غافل دعایی که او متوجه دعای خود باشه خارج نمیشه حدیث ما داریم رسول ما صلی الله علیه و میفرما ان الله لا یقبل دعاء من قلب غافل لا الله متعال دعای را قبول نمیکنه که از قلب غافل و ناخبر باشه از قلب غافل دعا قبول نمیشه که تو در زبان یک چیز رو میگیره اصلا قلبت از او خبر نداره قلبت میلان به طرف او چیز نداره مثال براتون میگم گاهی اوقات به طور مثال دعا میکنه که خدای من از گناه ها نجات بده اما خودت تصمیم به این نداره که از گناه دور شوی اصلا تصمیم میشه نداری این فقط یک نوع مسخره است که خود را مسخره میکنه خود را فریب میدی خدای من با فلان گناه مبتلا هستم خدای از این گناه مرا دور کن مرن نجات بده از این حالت ولی خودت اصلا تصمیمش را نداری این تو نمیشه که خدای تو برای من رزق و روزی به متوجه سقف باشه که یک چیز بیفته دست خودت کار کو زحمت بکش بعد از فراهم ساختن نتیجه رو به خدا واگذار بکن که خودت یقین داشته باشه خودت تمرکز داشته باشه خودت غافل نباشی به اون اندازه قلبت غافل نباشه که نمیفهمی که چی میگی به کی میگی و چی چی میخوای از الله متعال بنی اسرائیل در مصیبت گرفتار شدن به پیامبرش وحی شد که ای کسایی که دعا میکنن دستایشان به سوی ما بلند هست بدن اینها نجس هست و دستایشان با خون انسانهای بیگناه آغوشته آغشته هست ای حالتی هست که خشم ما بالا اینها شدت یافته یعنی دعایشون پذیرفته نمیشه گاهی این حالت هم می داشته باشیم گناه بالا انسان غلبه میکنه گناه به حد میرسه که ما با از طرف روز انسان میکوشیم بی ها رو میکشیم، از طرف روز خیانت میکنیم، شب دعا میکنیم فردا باز امی تصمیم بدانم که فردا باز امی کار میکنیم چه قسم قبول شوی دعا؟ این خوب مسخره کردن هست این خوب فریب دادن خودت هست که خود رو فریبندر حالا که الله خودش فریب نمیخوره، خدا نمیشه ابو ذر رضی الله میگه که همراه اعمال نیک، همون اندازه دعا کافیست مثل که نمک برای غذا لازم آیا کدام غذای بدون نمک وقتی که چیز را ما میپزیم الا بعضی چیزهایی که در ذات خود نمک نیاز نداره که ما میپزیم اکثریت چیزهایی که ما میپزیم ضرورت به چی داره به نمک داره یک چیزی که در بین ما وجود داره ما طور فکر میکنیم که دعا گاهی اوقات که سر ما مشکل آمد غم آمد مصیبت آمد ای جای وقت دعا کردن است این تو نیست الدعا هو العباده دعا خودش عبادت هست همین قسمی که برای نماز یک وقت داری برای تلاوت قرآن یک وقت داری برای دعایتون وقت داشته باش برنامه داشته باش تقسیم اوقات داشته باش ما گاه تا زمانی که مشکل بالای ما ما دست خود پیشگاه خدا, خدا بلند نمی کنیم این این به این ای معنی است که دعا فقط برای حل مشکل تو باشه دعا یک عبادت هست دعا یک تزرع هست دعا یک خشوع است دعا یک محبتی است که تو نسبت به خدا داری دعای باور است دعای یک عقیده است ای نمیشه که هر زمان مشکل برات آمد در وقت مشکل برو در خدا را در قلباب بکن ایتو تو نمیشه ای کار درست نیست حتی حدیث ما در مفهوم حدیثی است که میگه انسانی که در حالت آسانی و در حالتی که در سهولت ها قرار در خدا را فراموش نمیکنه، الله مطال در وقت غم بازی را فراموش نمیکنه. کنه ما در وقت غم خدا خوب بیاد ما هست تا زمانی که برای ما درد نرسه آه نه آه که گفتم بعض در پهلوی آه یک دفعه خدا میگیم خدای به داد ما برس در خوشحالی ها در وقتی که نعمت بالای ما میشه بس خدا را فراموش میکنه این دعا کار روزمره باید باشه کار شب روز ما تو باشه عادت شب روز ما تو باشه به با این معنا که عبادت به عادت تبدیل شود، هدف اینیس. این نیست باید کار دوامدار باشه برای هر وقت نه در وقت ضرورت دعا بهترین درمان هست به خاطر رفع مشکلات این تجربه کنیم بین همه ما من یک تجربه بکنیم دوامدار دعا کنیم قومی که دوامدار دعا میکنه خانواده ای که دوامدار عادت دعا داره یا فردی که دوامدار عادت دعا داره هرگز گمراه نمیشه هیچ گا گمراه نمیشه الله متعال مسیرش برش انتخاب میکنه چون تو از الله راهنمایی خواستی از الله چیز خواسته که من ضعیف هستم من توان هستم من نمیتانم الله متعال یک مسیر برات انتخاب میکنه دعاء بهترین مانی برای رفع بلاها و مصیبتها است حتی گاهی اوقات اسفرود آمدن یک مصیبت جلوگیری میکنه بعضی یک حدیث میخونه ابدا صلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والارض این حدیث رسول ما صلی الله علیه و سلم است خب دقیق باشین ابدا صلاح المؤمن دعاء اصلی مؤمن هست یعنی يعني با اندازه‌ای قوی است که حیثیت یک اسلحه را دارد و عماد الدين ستون دین است ونور السماوات والارض نوری آسمان و زمین هست دعا وقتی که بی اندازه قوت داشته باشه در مقابل مشکلات بس خیلی قوی است دیگه که هم اصل باشه هم ستون دین باشه و هم نوری آسمان و زمین باشه پس دعا خیلی قوی هست انسان ها در مقابل بلاها و مصیبتها سه حالت دارن دقیق متوجه باشه انسان ها در مقابل بلاها و مصیبت در مقابل غمها و پرشانه سه حالت داره اولین حالتشان انسان ها از مصیبت نیرومندتر هستند یا یک انسانی پیدا میشه که خودش نسبت به مصیبتش قوی تر است اصلا بالش تاثیر نمی کنه. یا از دید جسم قوی هست یا از دید درون قوی هست گاه قط یک انسان تحمل سخن یک انسان دیگر نداره اما گاه اوقات یک انسانی پیدا میشه که سخن هزارها انسان را تحمل میکنه؟ یک حالت انسان است که در مقابل مصیبت خودش نیرومند هست قوی است هس. اصلا نیاز به چیز دیگه نیست یک حالت حالت دومی انسان ضعیف تر از خودش ضعیف است ده یه جای دعا میکنه ادعا از این بلا و مصیبت تخفیف میکنه خفیفش میکنه سبکش میکنه گاهی اوقات شما در یک مصیبت گرفتار میشین در یک درد گرفتار میشین ما مو درد را متوجه استم در حالی که الله مطال توانایی از این داره که از این بیشتر ما را درد بده شاید دعایی کرده باشه که از درد خفت کرده باشه درد را خفیف ساخته سخ... باشه سنگینی درد را به سبکی تبدیل کرده باشه درد را از وزنش کاهیده باشه کاهش داده باشه و گاهی اوقات میشه که ای تو آمده در حدیث پیامبر بعدا میخوانم ان الله که این دعا و مصیبت انسان که بر انسان پیش میشه با هم مبارزه میکنه حاکم در صحیح از عایشه صدیقه رضی الله روایت میکنه که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و فرمود دقیق باشین احتیاط در برابر تقدیر بیفایده فایده است احتیاط در برابر تقدیر بیفایده فایده است دقیق شدین احتیاط در برابر تقدیر بیفایده است تقدیر چیزی که برات نوشته شده باشه ایتون درست است انسان احتیاط میکنه به این معنا نیست که ما احتیاط نکنیم این گاه قد که یک چیز برات نوشته شد باز احتیاطم کار نمیده اما یک چیز ادامه حدیث میگه اما دعا برای او چیزی که نازل شده و او چیزی که نازل نشده سخت سود سودمند است خیلی سودمند است هدف چی است که که تقدیر تو را دعا تغییر بده به مو اندازه قوی است دعا صلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والارض حتقدر حديثي امده پیغمبر ما صلى الله عليه وسلم ميفرميه جزء از حديث است ميگه يك انساني كه دعا ميکنه يك مسلمان كه دعا ميکنه و بالي انسان يك مصيبت ميگه از يك طرف دعا هست از ديگه طرف مصيبت است از يك طرف دعا هست ديگه طرف غم هست از يك طرف دعا است از ديگه طرف پريشاني هست ميگه به اندازي اينها با هم مبارزه ميکنند به اندازه این مبارزه کنه که گاه اوقات بعضی مصیبت ها در مقابلش که دعا قرار داره تا به روز قیامت اینها با هم مبارزه دارن نمیگذاره که بیاد پیش گاه اوقات که ما دعا میکنیم به هر اندازه ای که دعا قوی باشه مصیبت خفیف میشه به هر اندازه ای که دعا ضعیف باشه مصیبت یک کمی بالای ما گرنگی, و سنگینی میکنه حالا برای خودتون معلوم میشه که در فلان زمان بالایتون مصیبت خیلی سخت آمد دعا ضعیف بوده دعا را قوی بسازم با قلب قوی با تمرکز عالی با, یقین راسخ و جازم بس خیلی تأثیر میشه باز واقعا که دعا سلاح المؤمن حتی رسول ما صلی الله علیه سلم میفرمایی حدیث را ابن عمر روایت کرده میگه فعليكم عباد الله بالدعاء لازم از بالای شما که شما دعا بکنه بنده های خدا دعا بکنه زفی حافظه داره دعا بکنه مشکلات اقتصادی داره دعا بکنه مشکلات خانوادگی داره دعا مشکلات درس و تدریس و دعوت داره دعا بکن مشکلات محبت داره که با کسی محبت نمیتونه کسی با تو محبت نمیکنه دعا بکن هر نوع مشکلی که داره با خدا در میان بگذار طور با خدا صحبت بکو مثل که با یک دوست سمیت صحبت میکنه خدا از تو خیلی به اصطلاح تشریفات را کار نداره از تو خیلی نمیخواه که با او بالغت حرف بزنه. با فصاحت و بلاغت حرف بزنید طور صحبت کو گویا با دور از تشبیه با یک دوست صمیم صحبت میکنه خدای من مشکل دارم تو خیلی قوی هستی من ضعیف هستم تو حالت من آگاه هستی تو توانای رفع مشکل را داری من نمیتونم از مشکل خود موفق برایم سودمندترین داروها دعا هست یکی از قوی ترین داروها دعا کردن هست حال دعا شرایط داره که باید چی شرایط در دعا باشه که به خاطر رفع مشکل ما کارا باشه و کار آمد باشه خب دقیق متوجه باشین جناب حامد و قاری ابن نقیب اول اصرار در دعا اصرار در دعا از مهمترین بخش قبولی دعا است ابن ماجه در سنن خود از ابو هریره رضی الله عنه روایت میکنه من لم يسأل الله يضب عليه کسی که خدا سوال نمیکنه الله متعال بالاش خشمگین میشه تو چقدر بینیاز هستی خب ما و تو توانایی یک تحمل زمستان زمستان یخش نداریم تحمل یک دندان دردی نداریم با وجودی که میفهمی که به این اندازه ضعیف هستی که ضعف تو گاه قد تحمل یک درد که تو نمی داشته باشی میفهمی که قدر ضعیف هستی بازم به خدا مراجعه نمی من لم یسال الله یضب علیه، فرق خدا و بنده هایش فرق خدا و مخلوقش به حدی هست از کسی اگر سوال کنی از یک مخلوق شاید کم بالات قهر شوه الله مطال اگر ازش سوال نکنی سرت قهر میشه اصرار بکو در دعا کردن زیاد اصرار بکو از دعا خسته نشین هیچگاهی دعا بی نتیجه نمیشه هیچ دعای بی نتیجه نمیمه حتی اگر حتی اگر دعای باشه که متوجه نمودی ولی بالاخره یک جای مینچینه یک لحظه ای تو در عبادت بوده عایشه از بر گرامی اسلام صلی الله علیه و روایت میکنه عائشه رضي الله عنها خواب نشوي ان الله يحب الملحين في الدعاء الله متعال الحاح كننده ها در دار خير دوست داره همي كه ميگه ربنا 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 اللهم اي خدایه اي خدایه به هر زباني كه ميگه به هر اصرار خدا خوشش ان الله يحب الملحين الحاح در دعا اصرار در دعا را گفته ميشه زياد اصرار ميکنه خدای مشكله داره بارها دعا بکو سالها دعا بکو ماها دعا بکو بالاخر اگر قبول هم عبادت خواه هست ان الله يحب المرحين في الدعاء مورق رحمه الله میگه میگه مؤمن را ما هم چون شخصی در دریا بر روی تخته یافتم که پیوسته دعا میکنه که پروردگار و پروردگار وقتی تو دعا میکنه تاور فکر بو که در یک کشتی سوار هستی و حالت دریا طوفانی هست و اگر ما دعا نکنم غرق میشم و دعای چه قسم خود بود دیگه چیزی نخواد گفت فقط اما دعا بود خدای نجات بده خدای نجات بده خدای نجات بده خدای نجات بده شاید هزارها بار بگوی مورق رحم الله میگه حالت در وقت دعا چنینی باشه دوم شتاب زدگی نباشه عجله نباشه در دعا گاهی وقت ما عجله میکنیم حالا خیلی دعا کردم هیچ مفید واقع نشد پیشتر در ابتدای یادوری کردم که حسرت زده نشوین ما پیشتر گفتم که الله مطال ذات قدرتی است نه ابزار قدرتی او در وقتش برات میده گاه اوقات شاید یک دای در دا دا زمان قبول شود که خودت بگی خوب شد که در وقت قبول نشد آله قبول شد آله به طور مثال یک کسی تصمیم ازدواج داره تصمیم ازدواج جوان ها دیگه زیاد خوش داره تصمیم ازدواج داره خیلی اصرار میکنه که با فلان شخص ای کاش ما ازدواج کنم با فلان شخص چی دختر باشه چه پسر باشه کاش با فلان شخص دعا میکنه دعا میکنه دعا میکنه, دعا میکنه یک سال دو سال سه سال اما یک چند وقت بعد میبینه که او کس نامزد شده نامزد شده یک دفعه نامیدی برش پیدا میشه که چه قسم شد ولی دو ماه بعد در یک جای با کسی ازدواج میکنه که با خود میگه خوب شد که اون نشد ای شد ما نمیفهمیم ما فقط یک چیز را در ظاهر ذهن خود زیبا می سازیم ولی تو پولدار باشم سروتمند باشم چوکی باشه قدرت باشه به اصطلاح ما شما کش باشه ای تو خانم باشه خوب تصویر سازی میکنه اما الله مطال تصویر خوبتر از تو کرده وقت برای ساخته آماده کرده بخاری حدیث روایت کرده که میگه دعایتون قبول میشه تا زمانی که عجله نکنن حتی رسول ما صلی الله علیه و میفرمایه میگه اگه انسان دعا میکنه دعوت فلم یستجب له میگه دعا کردم قبول نشد این قبول نمیشه حالا براتون میگم پشتر یادوری کرده تو که به یقین داشته باشی که دعا قبول خواهد شد یا نه شد یقین داشته باش قبول نمیشه اگر یقین داشته باش که دعا قبول میشه یقین داشته باش و باور که دعای قبول میشه پذیرفته میشه احمد حدیث را روایت کرده رسول ما صلی الله علیه و سلم می فرماید میگه بنده ها در خیر هستند تا زمانی که در عجلان... دعا عجله نکنند در عجله نتیجه دعا رو زود نخواهند گاهی وقت در دعایتون لا باشه او روز یک کس تماس گرفته بود گفت من یک چیز رو میخوام دعا میکنم دعای قبول نمیشه من گفتم شاید در خیرت نباشه گفت اگر ای تو دعا کنم که خدای چیز در خیر مم ما ممکن گفتم دعا کو شاید خدا او چیز را در خیر تو بگردانه بر خدا خو ممکن نیست میشه که الله مطال رو در شر تو نوشته کرده باشه تو دعا که او در خیر تو شوه سیوم مشکلی که در دعاهای موجود در حضور قلب در دعا نیست بیشترم یادآوری کرده. حالا مگر روی ما طرف سر باشه با شما صحبت بکنم در دو خسته میشه یک روزی یک شاگردی از استاد خود پرسان میکنه که استاد گرامی ما چرا خدا را نمی بینیم خب دقیق باشه چرا خدا را نمی بینیم استادش از پیشروی روی پشت سر صف رفت پشت سر شاگرد خود رفت گفت مرا میبینی گفت نه خیر جناب استاد گفت شاید به خدا پشت کرده باشی که خدا رو نمیبینی ما گاهی اوقات در دعای خود به خدا پشت میکنیم روبروی خدا باش میتونه که یک جای موقعیت برای خدا تعیین میکنه یعنی حضور در قلبت باشا نسبت به خدا خدا حضور داره میبینه الا لم تكن تراه فانه يراك اگه تو خدا رو نمیبینی خدا تو رو میبینه فریادت رو میشنوه مرد از اصحاب پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و که از جمله انصار بود عادتش تجارت بود وظیفه تجارت بود گاهی وقت پول بعضی مردم رو میگرفت سر تجارت میکرد به اونها فایده میداد یک روز در مسیر راه تجارت راهزنها دوستها و کاروان از دزدها پشتی استاد شد و ایر استاد کرد توقف داد گفت خوب شخص گیری ما آمد هر چقدر پول داری بپرداز بعد از حرکت بکن ای از اصحاب رسول الله هست گفت هم پولیتا میگیریم مالی که داری مالتا میگیریم و در نهایت از بینیت میبریم قتل میشه او برش گفت که شما خو پولی مرا کار دارین شما خو ثروت مرا کار دارین شما خو مال که در نزد هست او را کار دارم ما براتان میپردازم من رها بکنن گفت نه خیر خون تو هم در کار ما هست ما عادت ما ای کار روزنرایی ما هست که در ضمن از که ما مال تو را میگیریم خون تو هم برای ما خیلی می تو مباح حساسا میری زانه میشه گفت خیلی اجازه بدین که من 4 رکعت نماز بخونم گفت 8 رکعت بخون اجازه داره هیچ مشکل نیست بخون هشت چهار رکعت بخون ادا بکن این نماز ای خود ادا میکنه در سجده دعا میکنه که الله متعال مرا کفایت کو از شر لس لس در عربی دوز در گفته میشه مرا کفایت کو بعد دادم ما برس اللهم یا غیاث اغیثنی یا مغیث اغیثنی یا مغیث اغیثنی یا مغیث اغیثنی گفته از در دعا دمی حالت است که در وقت دعا کردن در سجده که یک کسی یک بالای یک اسب تیزه روان هست شمشیر در دستش هست بالای نزد یک دوز می دوز در سرش میزنه سرش میزنه و طرف می که از نماز خلاص میشه که دوز دو جو افتاده و این نفر بالای سرش استاده هست کسی که دوز را زده راهزن را زده یه حالت را که میبینیم اگه تشکر است که به یه حالت با داد مرسیدی گفت کی هستی؟ گفت ما از ملایک پروردگار هستم از فرشته ها هست از جمله ملائک بوده گفت دای اول که کرده در دای اولت گفت که یا مغیف اغیفنی ای الله به داد ما برس ای کسی که فریاد رو میشنوی فریاد ما رو بشنو گفت امو لحظه که در دای اولت بودی در آسمان یک صدای ترق و به اصطلاح ما شما یک صدا شد در آسمان گفت دفعه دوم که گفتی فریاد از اهل آسمان شنیده شد که در فلان جا یک شخص مشکل داره گفت دفعه سوم که گفتی گفت به ما گفته شد که فلان جا یک شخص ناراحت در حال دعا از خود را در جایش گفت ما از خدا اجازه قتل انسان رو خواستم گفت اجازه داد گفت ما از او جامده گاهی اوقات ایترون میشه فقط با فرصت خیلی کم زمان خیلی کم میشه که یک کار ناممکن به ممکن تبدیل شود. فقط یک اندازه حضور قلب باشه اعتماد به با پروردگار باشه یقین به با پروردگار باشه و زودی قبول میشه در غیر صورت که یقین نباشه تمرکز نباشه حضور قلب نباشه خود در خود ذات دعا مشکل باشه تو زودتر اصرار در دعا نکنه و عجله در دعا داشته باشه فکر نکنه و قبول شود و همشون دعاهای معسور در دعا باشه دعاهای معسور گاهی وقت ما طور دعا میکنم تمام دعای با لهجه و زبان خود درست مشکل نداره اما گاهی وقت پیامبر بر ما دعا داده که فلان داره حتما بخونه در فلان وقت فلان دعا را بخوانند صبح یا شام از طرف شب بعد از فلان نماز بعد از فلان این در فلان ساعت در فلان وقت در فلان شب برای ما گفته تمام چه ساره اسلام برای ما تو برنامه داره حتی ترمیزی حدیث را روایت کرده از رسول ما صلی الله علیه وسلم پیش از که حدیث را بگویم ما دستور بی داده شدیم که با اسم اعظم پروردگار ما الله را بخواهیم اسم اعظم اسم بزرگ خدا

پس گاهی وقت که دعا کنیم در ابتدای دعای خود باید اسماء و صفات پروردگار رو ما بیان بکنیم با ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها الله مطال اسمای نیکو و زیبایی داره با مو مشکلی که داری همون نام الله را صدا بکن اول گناه کرده بگو یا غفار در حالتی هست که اگر گناه تو افشا شوه تو شرم نمیشی یا ستار در جای قرار داره که در حال مغلوب شدن هستی یا قادر یا قدیر یا خبیر الله متعال را با نامش بخواد در حالتی که تو قرار داری با نام الله را صدا بکو حتی در رسول ما صلی الله علیه و سلم میفرماید میگه شما خود را یک دار یاد داده در مسند احمد ای روایت شده حدیث میگه خود را با دعای یا ذل جلال و الاکرام آویزان بکنه اني يعني دردويتن اكسريتك لموتني باش يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام حتى باي ما صلى الله عليه وسلم كي مشكلة سارة ميخور الحديث لترميزي روايات كذا بو مشكلة موجي مشت اكسريتي وقلت ادور يا حي يا قيوم برحمتك استغيث يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث ادورها مشى حتى لك حديثي او ماداك الى الصحيح حاكم روايات كذا مگه کسی اگر در مریضی دقیق متوجه باشن اگر کسی در مریضی چهل مرتبه دعای ذنون را بخونه ذنون کی هست؟ یونس علیه السلام دعایش چی لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين در یک مریضی چهل مرتبه ایر با صدق دل بخونه اگر این إيه انسان به می مریضی وفات بکنه درجه شهید را داره ای حدیث را صحیح حاکم روایت کرده دیگه مشکلی که گاهی در دعا وجود می داشته باشه ما شرایط مناسب را مد نظر نمیگیره شرایط مناسب را درست دعا هر وقت که یعنی زمینه مساعد شد وقت داشته دعا بکو اما گاه اوقات بعضی دعاها وقت خود خاص خود را داره مثلا اخیر شب بعد از نماز عصر روز جمعه بعد از نمازهای فرض بین اذان و اقامت در وقت وقتا دعا کردن خیلی مهم است سوم حصه شب ماه رمضان شب های رمضان شب های قدر در این وقت دعا, دعا کردن وقت نزول باران اینی ای وقت دعا کردن اگر ما شرایط دعا را مد نظر بگیریم باز خیلی مفید تمام میشه پس بین به خاطر رفع مشکلات خود از اسلحه به نام دعا استفاده بکنیم من بعد درس عملی ما و شما هست که بعد از نمازهای فرض که یکی از دوستای ما مدعی عادت را داره نامش نمیگیرم بعد از نماز فرض حتما لاقل سه دقیقه دعا حتما بعد از هر نماز فرض سه دقیقه دعا بکنن دعایتون در حق خودتون باشه در ابتدای دعا سنا بالای پروردگار درود بر رسول گرامی اسلام صلى الله عليه وسلم بعدش دعا اول سنوي پروردگار خیلی بیان يا یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والإكرام يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا غفار يا ستار ای چیزا گفته شو بعدش باز دعایت رو بگو در اخیر هم پروردگار و بعدش درود یا بیان شو بعدش دعایت یقین به اجابتش داشته باش و رو دوامدار بگو در اوقات مختلف در اوقات مناسب در اوقات خاص با مزبان عادی اول دعاهایی که خودت یاد داری او دعاها فراموشتان نشود دعاهایی که پناه به پروردگار میبری اللهم اینی اعوذ بیکه يا انا نعوذ بك احيانا بخل لمك بلايته غلبنا ميك بس دعاء توري بك كذاي خانه هات اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من الفقر والكفر ونعوذ بك من السمعه والرياء ونعوذ بك من غلبه الدين وقهر الرجال ونعوذ بك من فتنه الدنيا وفتنه النساء ونعوذ بك من فتنه المحيه والممات ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجل، تمام مش سبايا بر ونعوذ بك من فتنة القبر وعذاب القبر، ونعوذ بك من المأثم والمغرم، ونعوذ بك من الهرم والتردي والهدم والغرق والحريق، ونعوذ بك من القلة والذلة والمسكنة والغفلة والعيلة، ونعوذ بك من البرص والجنون والجذام والسيء الأسقام. ودعاء هيك سبايا برك يا كرده اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يدعي اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد بهترين دعاء يا دعائك اللهم إنا نسألك إصلاح الساعات والبركة في الأوقات غير غير مسنون إن دعائك بزهن تومي يا دعاء اللهم بخاطرك رياز انسان دور اللهم انا نعوذ بك من ان نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. يا دعاء باري خوت بدر بدار استاد استاذ مؤمنين. اللهم اغفر لي ولنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين بهتر دعاء. يا بخاطر التوفيق انسان توفيق به شيء بيابه بي. اللهم وفقنا لما تحب وترضاه من قول وعمل. ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ولا اقل من ذلك يا اي انسان از قرض ها نجات بيابه اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك که الله مطالی را رزق و حلال نصیب بگردانه بسی دعاهایی از دعاهای مسلون کتابایش یا هم در موبایل ها موجود وجود می داشته باشه پیدیف یا کدام فایلی دیگه و همچنان در کتاب و انتشارات موجود داره کتاب ها را بگیرین و یا باشه در دعا کردن اصد ما براتان میگم اگر توفیق در همه امورات میخواهین دعا زیاد بکنه دست که به سوی خدا بلند میشه یا زمانی که دستتان به سوی خدا بلند شد الله مطال کار بیهوده انجام نمیده قصد دادن چیز به تو داره امام شافی رحمه الله میگه که اگر کسی از طرف اخیر شب دعا میکنه این حیثیت تیری رو داره که هرگیز هدف را خطا نمیکنه با پشیمان نشن از دعا کردن اگر حق گفته باشم جانب الله و الله صلی الله علیه و سلم بوده اگر نه حق گفته باشم بوده اشتباه لفظی خطای گفتاری و خلاف مجلس بود ما رو السلام عليكم ورحمة الله و